صفحه 43. سرانجام هنگام رقص والس رسید، ولی دنیا در نظر کاترین تیره و تار گردید، زیرا دید فرونسکی همچنان در کنار آنا کارمینا ایستاد و مثل این است که خیال ندارد آنا را ترک گوید و برای رقص به سوی او پیش بیاید. یأس و وحشت بر دختر بیچاره مسولی گردید، زیرا او به همه ی جوانانی که مایل بودند با وی برقصند جواب رد داده بود و هر جوانی هم شریک رقص خود را تا کنون انتخاب کرده بود. قلب نازوکش بشکست، کاخ امید و آرزوهایش واژگون گردید. کاترین دریافت تنها وسیله‌ای که ممکن است او را از شرمندگی و رسوایی نجات دهد این است که خود را به ناخوشی زده و از سالن خارج گردد. ولی دختر بیچاره این کار را هم نتوانست بکند، زیرا چون کپک تیر خورده‌ای در سالن راه رفته، سپس خود را به نیمکتی که در گوشه‌ای بود رسانیده و بی‌حال به روی آن نشست. با اینکه کاترین در آن موقع ظاهراً چون پروانه زیبایی بود که بر روی شاخه‌ای می‌نشیند تا قدری استراحت کند، سپس بالهای خود را بگشاید و در فضای لایتناهی به پرواز درآید، ولی باز قلبش از شدت سنگینی غم و اندوه و یأس و ناامیدی یارای حرکت را نداشت. با وجود این، کاترین پیش خود تصور می‌کرد که من اشتباه کرده باشم و هیچ‌گونه رابطه‌ای که من تصور آن را می‌کنم در بین آنها وجود نداشته باشد. ولی قلب و چشمانش او را مطمئن ساختند که آنچه دیده و حس کرده درست احساس نموده و اشتباه نبوده است. ناگهان صدایی را شنید که چنین می‌گوید: آه کاترین، تو را چه شده است؟ کاترین سر بلند کرد و کنتس نوردستون را دید. کنتس با گام‌های آهسته‌ای به او نزدیک شده بود. لب‌های کاترین لرزید و بدون آنکه جوابی بدهد از جای برخاست. کنتس فریاد برآورد: کاترین، آیا در رقص والس شرکت خواهی کرد؟ کاترین با صدایی که از بغض و غصه گرفته بود پاسخ داد: نه، نه. کنتس گفت: فرانسکی در برابر من به التماس و تضرع از آنا کارنینا خواست که در رقص والس شریک او باشد. آنا از او پرسید: آیا به مادموازل کاترین وعده ندادی که در این رقص با او برقصی؟ فرانسکی جواب نفی داد و اصرار کرد که با او برقصد. کاترین از روی بی‌اعتنایی شانه های خود را بالا انداخته و آهسته گفت: برای من فرقی نمی کند. اما کنتس می دانست که کاترین فرانسکی را دوست می دارد، زیرا کاترین چندی پیش مردی را که او را دوست می داشت به خاطر فرانسکی از دست داد، در حالی که فرانسکی شایستگی آن را نداشت. قرار بر این شده بود که کنتس و کرمانسکی با هم در رقص والس برقصند، ولی کنتس در آخرین لحظه از کرمانسکی پوزش خواسته از وی تقاضا کرد که با کاترین برقصد و بدین گونه کاترین از شرمندگی و رسوایی نجات پیدا کرد. از خوششانسی کاترین این بود که وی مجبور نبود در اثنای رقص با کرمانسکی صحبت کند، زیرا کرمانسکی مراقب رقص کنندگان بود و با اشاره دستورهایی به نوازندگان می داد. چشمان کاترین به آنا کارنینا و فرانسکی که با هم می‌رقصیدند افتاد و یقین حاصل کرد که ضربت قاطعی بر وی فرود آمده است. آن دو مثل این بود که از همه چیز بی‌خبر هستند و در عالم دیگری سیر می‌کنند. در چهره ی فرانسکی اثر انفعال و ذلتی دیده می‌شد و حالت او شبیه حالت گناهکاری بود که پی به گناه خود برده باشد. هر وقت تبسم بر لبان آنا ظاهر می شد، چهره فرانسکی باز می گردید و همین که چهره آنا در هم می شد، چهره فرانسکی هم تیره می گردید. کاترین حس کرد که نیروی عظیمی توجه او را به سوی آنا جلب می کند. او نتوانست از تعجب و آفرین خودداری کند و با اینکه جامه ساده‌ای در برداشت، به زیبایی و دلربایی وی اعتراف ننماید. ولی این زیبایی و دلربایی هولناک و آمیخته به خشونت و سنگدلی بود. کاترین هرچه بیشتر تصدیق به زیبایی و دلربایی آنا می کرد، بیشتر احساس یأس و ناامیدی و شکست در خود می نمود. این احساسات در چهرهش به طوری آشکار گردید که وقتی فرانسکی نزدیکش شد، چیزی نمانده بود که او را نشناسد.
تروسکی برای اینکه چیزی به کاترین گفته باشد گفت: عجب جشن باشکوه و فرخنده است. کاترین پاسخ داد: آری. در این موقع رقص کنندگان آن دو را از هم دور کردند. موسیقی تعطیل شد و رقص کنندگان نیز دست از رقص کشیدند. بعضی از آنها بر اثر شدت خستگی نفس زنان روی نیمکت‌ها بیارمیدند. کاترین به آن سویی که آنا کارنینا بود توجه نمود و او را دید که بین کورمانسکی و فرونسکی ایستاده و تبسم می‌کند. کاترین در حالی که برق چشمان و حرکات دست‌های آنا کارنینا را می‌دید گفت: آری، در زیبایی او یک چیز مرموز شیطانی وجود دارد. آنا کارنینا نمی‌خواست که در آنجا بماند و شام را با میهمانان صرف کند. کورمانسکی برای اینکه او را تشویق و ترغیب به ماندن کند گفت: آنا کارنینا، من رقص جدیدی را ابتکار کردم و مایلم که تو پس از صرف شام در این رقص شرکت کنی. آنا کارنینا در حالی که تبسم می‌کرد گفت: نه، من باید بروم. کورمانسکی از لحن جدی آنا دانست که وی در رفتن مصمم است. آنا کارنینا در تعقیب کلام خود گفت: من امشب در مسکو بیش از آنچه در فصل زمستان در پترزبورگ رقصیدم رقص کردم. وانگهی من باید استراحت و برای سفر خود را آماده نمایم. فرانسکی فریاد برآورد: آیا راستی فردا خواهی رفت؟ آنا گفت: آری. آنگاه آنا نگاه سریعی به فرانسکی افکند، مثل این بود که از جرأت و جسارت وی متعجب شده است. فرانسکی حس کرد که نگاه های آنا اعماق قلب او را شکافته و شعله‌ای برافروخته است. فصل 14. قطار حرکت کرد. آنا با حرکت دست از برادر خود خداحافظی کرده و همچنان او را می نگریست. تا اینکه ترن از ایستگاه دور شد. در آن موقع آنا زیر لب گفت: سپاس خدای را که همه چیز به پایان رسید. آنگاه خود را بر روی نیمکت افکند و پیرامون خیش را نگریست و برای بار دوم تکرار کرد: خدا را شکر، فردا سیرج و الکسیس کارنین را خواهم دید و زندگانی هم مثل همیشه به طور طبیعی و معمولی ادامه پیدا خواهد کرد. آنگاه در چمدان خیش را باز کرده و از آن بالش کوچکی بیرون آورده بر روی زانوان خود گذاشت و روپوشی هم در آورده پاهای خود را در آن پیچید. در نزدیکی او دو خانم سال خورده بودند. آنها درباره وسیله گرم شدن در واگن‌های ترن از وی سوالاتی کردند. او به اختصار به آنها پاسخ داد، زیرا آنقدرها میل صحبت کردن با آنها را نداشت. آنا کارنینا کتابی از چمدان بیرون آورد و مشغول مطالعه آن گردید. او نخست نتوانست درست مطالعه کند، زیرا مسافرین قوقا و آشوبی راه انداخته درباره سردی و بدی هوا و شدت بادهایی که در خارج می‌وزید و احتمال وقوع طوفانی را اعلام می‌کرد گفتگو می‌کردند. لحظه‌ای سر و صدا خاموش شد و آنا کارنینا مشغول خواندن گردید. یک مرتبه متوجه شد که او آنچه را که می‌خواند نمی‌فهمد و او هنوز در فکر شهر مسکو و آنچه در آنجا دیده است می‌باشد. او به یاد جشن باشکوه و همچنین به یاد فرانسکی و نگاه‌های خریدار او افتاد و متوجه شد که کاری نکرده که اکنون وی را شرمنده سازد، ولی باز هم نزد خیش احساس ندامت و خجالت می‌کرد. به قدر این حس در وی قوت گرفت که مصمم شد آن را از خود دور نماید و در جای خود نشسته پیش خود گفت: این چه معنی دارد؟ آیا من می‌ترسم که با حقیقت روبرو شوم؟ چرا احساس پشیمانی و ندامت می نمایم؟ بر اثر این افکار تبسم تلخی بر لبانش نقش بست. آنگاه کتابی به دست گرفت و سعی کرد که آن را بخواند، ولی نتوانست چیزی از آنچه می خواند بفهمد. چون این دید کتاب را به کناری افکنده از جای برخاست و به سوی پنجره رفت و چهره خود را به شیشه سرد چسبانید. حس کرد که اعصاب او خسته است و انگشتان و پاهای او بدون اراده حرکت می کند و قوه نفس از وی سلب گردیده است. ترن به ایستگاه بعدی رسید. آنا به سوی در واگن رفت. یکی از مامورین راه آهن از وی پرسید: خانم، آیا می خواهید خارج شوید؟
آنا گفت: آره، من احتیاج مبرمی به هوای آزاد دارم. هوای اینجا خفه کننده است. همین که در را باز کرد، هوای سردی که آمیخته با قطعات برف بود بر چهره او خورد، ولی آنا اهمیتی به برف و باد نداده از ترن خود را به زیر افکند. برف و باران بر سر و روی او فرود آمده بود. باد شدیدی جامعه او را بازیچه خیش قرار داد و چون سفیر سوت گوش او را نواخت، ولی آنا کارمینا اعتنایی به چیزی نکرده در ایستگاه بنای قدم زدن و ریه خود را از هوای سرد آزاد گذاشتن مشغول داشت. همین که سوت حرکت قطار زده شد، به واگن خود مراجعه کرد و در را از پشت بست. یک مرتبه در باز شد. هوای سرد و شدیدی که نزدیک بود کلاه او را ببرد داخل گردید. آنا با دو دست کلاه خود را محکم گرفته پشت خیش را نگریست، ولی به ناگاه فرانسکی را دید که دم در ایستاده است. فرانسکی در برابر آنا خم شده اظهار کرد که برای هر گونه خدمتگزاری حاضر است. آنا نگاه طولانی بر وی افکنده و پاسخی به او نداد. آنا باز در چشمان فرانسکی علامات شیفتگی و خضوع و خشوع مشاهده کرد. آنا تمام شب گذشته و همچنین تا چند دقیقه پیش فکر کرد که رابطه او با فرانسکی ابداً فرقی با رابطه او با صدها جوان دیگری که در همه جا آنها را دیده و می‌بیند ندارد و نباید بیش از این هم درباره فرانسکی اندیشه کند. چه؟ فرانسکی جوانی نبود که اتفاقاً در جشنی با وی رقصیده و می‌باید وی را فراموش کند. همچنین چون آن جشنی که باعث آشنایی آنها شده بود پایان یافته، لذا رابطه و آشنایی آنها هم میباید به پایان برسد. ولی اکنون که فرانسکی را دید، احساس خوشبختی آمیخته به تکبر و غروری در خود نمود. آنا دیگر احتیاط نداشت که از وی علت حضور او را در قطار بپرسد، زیرا به خوبی سبب آن را دریافته و لازم به پرسش نبود. آری، آنا پی برد که فرانسکی برای این مسافرت کرده است که هر جا می رود با او باشد. به فرانسکی گفت: من نمی دانستم که شما خیال مسافرت به شهر پترزبورگ دارید. مقصودتان از این مسافرت چیست؟ هنگام ادای این کلمات چهره آنا از خوشحالی و سعادت باز و خندان شد. فرانسکی در حالی که خیره به چشمان درشت و زیبای آنا کارنینا نگاه می کرد پاسخ داد: چرا به پترزبورگ می روم؟ شما می دانید که من برای این مسافرت می کنم که هر جا می روید با شما باشم. کمی بعد فرانسکی مثل اینکه با خود حرف می زند چنین اضافه کرد: من جز این کار چاره دیگری نداشتم. هنوز باد در خارج به شدت می وزید. صدای سوت ترن با ناله مخوف و محزون باد و طوفان توأم بود، ولی ناله باد و سوت ترن در این موقع در گوش آنا کارنینا از نغمات موسیقی دلکش‌تر و شیرین‌تر بود، زیرا این صداها با صدای فرانسکی آمیخته شده بود. فرانسکی آنچه را که آنا آرزوی شنیدن آن را داشت و قلبش خواهان آن بود و عقلش از آن مضطرب می‌گردید به آنا کارنینا می‌گفت. وی با کمال خشوع و خضوع چنین می‌گفت: خانم ببخشید، می‌ترسم سخنانم شما را رنجانده باشد. آنا گفت: آنچه را که گفتی صحیح نیست و باید آن را فراموش کنی، همچنان که من هم سعی خواهم کرد که آن را فراموش کنم. مرد گفت: هرگز، آنها را فراموش نخواهم کرد و من نمیتوانم یک کلمه از آن کلمات را فراموش کنم. آنا در حالی که سعی میکرد چهره خشمناکی به خود بگیرد اظهار داشت: بس است، بس است. آنگاه آنا کارنینا به جای خود رفت و نشست و از آنچه گذشت در دریای فکر و اندیشه فرو رفت. آنا نتوانست تمام کلماتی را که فرانسکی یا خود او بر زبان رانده بودند به خاطر آورد، ولی چنین احساس کرد که این صحبت کوتاه آن دو را به هم خیلی نزدیک کرده است و این امر در این حال او را خوشنود و بیمناک و نگران نمود. اضطراب و خستگی اعصاب فرانسکی فزونی یافت، به طوری که چنین پنداشت که دل او نزدیک است پاره شود. آنا تمام شب را در فکر و خیال گذرانید. پس از آن خستگی و خواب بر وی چیره شد و چشمان خود را بر روی هم گذاشت و از خواب بیدار نشد
مگر وقتی که ترن به شهر پترزبورگ رسید. همین که آنا از واگن خارج شد، شوهر خود را در انتظار خیش یافت. نگاه آنا کارمینا بر چهره عبوس و گرفته و چشمان برامده شوهر خیش افتاد و نتوانست آهسته در پیش خود این کلمات را نگوید. پروردگارا، به گوشهای او چه صدمه ای وارد آمده است؟ چون این به نظر آنا کارمینا رسید که ساکنون گوشهای او را به آن بزرگی و زخامت ندیده است. شوهرش به وی نزدیک شد، در حالی که همان تبسم تمسخرآمیز را بر لبان داشت و با چشمان وسیع و خسته خود آنا را نگاه کرد. آنا از نگاه‌های او احساس کرد که باری سنگین بر قلب او گذاشته می‌شود و احساس نفرت نمود. شوهرش با صدای آرام و طبیعی به وی گفت: من با همان شور و شعف شوهری که در ماه اول ازدواج خود می‌باشد به استقبال تو آمدم. آنگاه تبسمی کرد. آنا گفت: سیرج کجاست؟ مرد گفت: آیا شایسته است که با این سردی و بیمیلی با شوهر مشتاق و بیقرار خود رفتار کنی؟ سیرج حالش خوب است. فصل 15. آن شب هم فرانسکی نخوابید، ساعت درازی را نشسته و بر روی خود می نگریست و هم آنا. همه اشخاصی که در پیرامون فرانسکی بودند از سکوت دراز او در شگفت ماندند. یکی از آنها خواست او را سر حرف بیاورد ولی موفق نشد. حاضرین شانه های خود را بالا افکنده و یقین حاصل کردند که افسر جوان یعنی فرانسکی مبتلا به مرض کبر و غرور است و امیدی به شفا و بهبودی وی نیست. اما فرانسکی در دریای افکار و خیالات خود غوطه‌ور بود. او حس می کرد که خوشبخت ترین مردان روزگار است، زیرا می دید که توانسته است نظر آنا را جلب کند. تنها امید و آرزوی فرانسکی این بود که آنا کارمینا را ببیند و صدایش را بشنود. ولی فرانسکی شوهر آنا کارمینا را پیش از خود آنا دید و او را در بین کارمندانی که به سوی او دویده و راه را بر او گشودند شناخت. فرانسکی بی اختیار زیر لب گفت: آه، شوهر او آمد. او می دانست که آنا کارمینا شوهر داشت، ولی نمی خواست باور کند که او شوهر دارد. اما اکنون با چشمان خود شوهر آنا را می دید که با دست خشن و بزرگ خود دست نرم و کوچک آنا را می گیرد، مثل شخصی که متاع گرانمایه خود را با ولع تمام در دست گیرد. فقط در آن موقع فرانسکی پی به وجود شوهر آنا کارمینا برد. در آن موقع حالت او شبیه حالت تشنه‌ای بود که پس از سرگردانی زیاد نفس زنان به لب چاه آبی خود را برساند و مشاهده کند که سگی یا خوکی خود را به آن چاه رسانیده و آب آن را آلوده و غیر قابل شرب نموده است. حس نفرت و انزجار در فرانسکی افزون گردید. هنگامی که خیره به کارمین شوهر آنا نگاه کرد و متوجه وقار و خونسردی و درازی گوشها و بزرگی پاهای او گردید، فرانسکی با دقت مراقب دیدار زن و شوهر بود و در این ملاقات متوجه اضطراب و نگرانی که در چهره آنا هنگامی که با شوهر خود صحبت میکرد گردیده، خیشتن را دلداری داده و پیش خود گفت: نه، آنا کارمینا شوهر خود را دوست نمی‌دارد و نباید هم او را دوست بدارد. وقتی فرانسکی نزدیک آنا کارمینا شد، متوجه شد که آنا پی به نزدیک شدن او برده و خواست به او نگاه کند، ولی از این امر منصرف شده همچنان مشغول صحبت با شوهر خود گردید. فرانسکی در حالی که قامت خود را در برابر زن و شوهر خم می کرد، آنا را مخاطب قرار داد و گفت: امیدوارم در راه به شما بد نگذشته باشد. آنا کارمینا به اختصار پاسخ داد: خیر، بد نگذشت، سپاسگزارم. دیگر فرانسکی در چهره خسته آنا آن علامات و اشارات و عشوه و نازی که سابقا از حرکت و لرزش مژگان‌ها و شکفتن لب‌های او می‌دید مشاهده نکرد، ولی متوجه شد که آنا همین که با او صحبت کرد چشمانش از خوشحالی برق زد. از این رو در خود وجد و سروری احساس کرد. آنا کارمینا به شوهر خود نگاه کرد تا ببیند که آیا فرانسکی را می‌شناسد. الکسیس کارمین شوهر آنا سر برگردانده زیر چشم فرانسکی را نگاه کرد و سعی نمود که او را به خاطر آورد. آرامش و بی‌اعتنایی فرانسکی با خونسردی و تحقیر کارمین به هم تصادم نمود.
مثل اینکه آهن به آهن بخورد. آنا کارنینا جوان را بدین گونه به شوهر خود معرفی کرد. کونت فرانسکی. کارنین در حالی که دست خود را با خون سردی به سوی جوان دراز می‌کرد گفت: آه آقای کونت، به گمانم پیش از این ما همدیگر را دیده باشیم. آنگاه رو به همسر خود آنا کرد و با کلماتی شمرده گفت: تو قبلا با مادر مسافرت کردی و اکنون با پسر مراجعت نمودی. آنگاه متوجه فرونسکی شده در تعقیب کلام خود گفت: بدون شک شما مرخصی گرفته و به اینجا آمده اید. منتظر افسر جوان نشده به همسر خود با همان لحن تمسخرآمیز گفت: بدون شک در هنگام فراق اشکای زیادی در ایستگاه مسکو ریخته شده است. و با این صحبت خود خواست به فرونسکی بفهماند که مایل است با زوجه خود آنا کارنینا تنها بماند و به این امر هم اکتفا نکرده رو به افسر کرد و در حالی که کلاه خود را به عنوان خداحافظی بلند می کرد رفت. ولی فرونسکی از جای خود حرکت نکرد، بلکه رو به آنا کارنینا کرد و گفت: امیدوارم که به زودی خدمت شما شرفیاب شوم. کارنین با چشمان خسته خود به او نگاه کرده و با سردی تمام گفت: ما خوشحال خواهیم شد که به خانه ما تشریف بیاورید. ما اصولاً هر روز دوشنبه از میهمانان پذیرایی میکنیم. آنگاه پشت به فرانسکی کرده و شوخی کنان به زوجه خود گفت: چقدر من خوشبختم که توانستم نیم ساعت از وقت خود را بدوزدم و به استقبال تو بیایم تا درجه عشق و علاقه خود را بر تو ثابت نمایم. آنا کارنینا شوخی شوهر را بدین گونه پاسخ داد: آیا مقصودت از ثبوت عشق و علاقه این است که در نظر من مهم و بزرگ شوی؟ آنا کارنینا بدون اختیار به صدای پای فرانسکی که دور می شد گوش داد. آنگاه از شوهر خود درباره پسر خیش سیرج پرسید که در مدت غیبت او چگونه اوقات خود را می گذرانیده است. کارنین پاسخ داد: مارینا به من گفت که حال او خیلی خوب بوده، ولی به اندازه من از دوریت متاسف و نگران نبوده است. کنتس لیدیا ایفانوفنا بسیار از حال شما میپرسید و چنانچه میدانید او به قضیه اوبلونسکی خیلی اهمیت میدهد. به این مناسبت بگو ببینم آیا در ماموریت خود موفقیت حاصل کردی؟ آنا گفت: آری، سپاس خدایی را. آنگاه برای شوهرش شرح مسافرت خود را با کنتس فرانسکی و رسیدن به مسکو، واقعی ناگواری که در ایستگاه برای او رخ داد و آنچه را در بین او و برادرش اوبلونسکی و زوجه اوبلونسکی داریا رخ داده بود تعریف کرد. همین که شرح مسافرت خود را به پایان رسانید، کارنین با لحن خشنی گفت: با اینکه اوبلونسکی برادر توست، او را مقصر می دانم. در هر حال من از اینکه توانستی بین او و زوجش سوز دهی به تو تبریک میگویم. ولی بگو ببینم که مردم در مسکو درباره انجام وظیفه چه میگویند؟ آنا شرمنده شد وقتی دید که اهمیتی به این موضوعی که شوهرش به دانستن آن همه علاقه دارد نداده است. کارنین چون جوابی نشنید به آنا کارنینا گفت: آنا، اکنون تو را رها کرده و به سر کار خود میروم. من از مراجعت تو خیلی خوشحالم و من از این به بعد دیگر تنها غذا نخواهم خورد. آنا کارنینا زیر لب گفت: برو، خدا به همراهت. آنا در حالتی که شوهر خود را که دور می شد می نگریست پیش خود گفت: او شوهر خوشقلب با وفا و مهربانی است. گویی آنا می خواست با این کلمات در برابر حریف نامرئی از شوهر خود دفاع کند و گویی حریف نامرئی به او می گوید که دوست داشتن چون این شوهری باور نکردنی است. ولی آنا کارنینا باز در نزد خود چون این گفت: ولی چرا گوشهایش تا به این حد دراز و بزرگ شده است؟ یقین اون موی سر خود را زیادتر از اندازه کوتاه کرده است. آنگاه به یاد نگاه فرانسکی به شوهر خیش افتاد و از خود پرسید: به چه حقی او آنگونه به شوهرم نگاه میکرد؟ همین که آنا کارنینا به خانه رسید، سیرج پسرش اولین کسی بود که به استقبالش شتافت. آنا او را در آغوش گرفت و با مهربانی تمام بوسید. پس از آن آنا لباس خود را مرتب کرد و مشغول خواندن نامه‌هایی که در غیابش آمده بود گردید. آنا دیگر مانند سابق احساس شرمندگی نمی‌کرد. او در خانه خود احساس آرامی نموده. تعجب کرد که چرا شب گذشته احساس اضطراب و نگرانی نموده. پیش خود گفت:
چه اتفاقی رخ داد؟ هیچ. فرانسکی سخنان پوچی گفت و من جواب شایسته را به او دادم. دیگر لازم نیست که در این باره به شوهر خود چیزی بگویم، زیرا اگر به او چیزی بگویم دلیل بر این است که به این موضوع اهمیت به خصوصی می دهم. آنا به یاد آورد که چگونه سابقه بر این قضیه جوانی را که از زیر دستان شوهرش بود و عاشق او شد و نزدیک بود عشق خود را به او آشکار سازد برای شوهرش کارنین تعریف کرد و کارنین به او پاسخ داد که هر زنی در جامعه به این چیزها برخواهد خورد. او به نجابت و پاکدامنی و متانت او اطمینان دارد و خود را دستخوش سرزنش و تردید قرار نخواهد داد و هم به خود و هم به او اهانت نخواهد نمود. آنا کارنینا به یاد تمام این چیزها افتاد و پیش خود گفت پس ابدا لزومی ندارد که در این باره صحبت کنم. بدین گونه آنا کارنینا آن شعله ای را که در چشمانش برق می زد و چهرهش را روشن می نمود مخفی و پنهان کرد. قسمت دوم. فصل اول. پیش از آن که فصل زمستان به پایان برسد، خانواده شربانسکی یکی از اطبای بزرگ را خوانده تا کاترین را معاینه کرده مرض او را تشخیص دهد و داروهای لازم را به او بدهد. دختر به حالت رقتباری افتاده بود. چهرهش زرد شده و بدنش لاغر گردیده بود. دور چشمان درشت و سیاهش کبود شده بود. با فرا رسیدن فصل بهار حالش بدتر شد. طبیب بعضی داروهای مقوی برایش تجویز کرد ولی از آن داروها فایده‌ای نبود. طبیب بزرگ و معروف آمد. این طبیب هنوز جوان بود. او اصرار داشت که دختر را کاملا معاینه کند. وی اظهار نمود که خجلت و شرمندگی زنان و دختران در برابر طبیب جز یک نوع عقب افتادگی و نادانی چیز دیگری نیست و برای اینکه او بتواند ناخوشی دختر مریض را تشخیص بدهد باید دختر را لخت و عریان معاینه کند. پدر و مادر مجبور شدند به میل طبیب معروف عمل کنند و دختر هم ناگزیر شد هم درد بیماری و هم این خجلت لخت شدن را تحمل کند. طبیب کاملا او را معاینه کرد. آنگاه دست خود را شسته به اتاق پرنس شربانسکی رفت. پرنس سرفه‌ای کرد، چهره در هم نمود و به سخنان طبیب گوش داد. پرنس مانند همه ی مردمی که از مرض چیزی نمی دانستند، اعتقاد زیادی به طبابت و اطبا نداشت. بعد این طبیب بی اندازه متنفر شده بود، زیرا وی با اسلوب عجیب خود دخترش را معاینه کرده و تنها کسی بود که از مرض دخترش با خبر شده بود. در این موقع شاهزاده خانم شربانسکی در حالی که همراه او طبیب خانواده دیده می شد، طبیب خانواده مرد متین و سالخورده‌ای بود، وارد شد. شاهزاده خانم طبیب معروف و جوان را مخاطب قرار داده گفت آقای طبیب چه دستگیرتان شد؟ و خواست اضافه کند که آیا امیدی هست؟ ولی جرأت نکرد این سؤال را بکند. طبیب گفت خانم من حاضرم سوالات شما را جواب بدهم ولی اکنون اجازه می خواهم تا با همکار خود